نخستین شفاخانه بیست بستر انتانی در ولایت بادغیس افتتاح گردید. معاون صحت عامه بادغیس گفت که این شفاخانه به هدف رسیدگی به بیماران مبتلا به بیماری های ساری از جمله توبرکلوز، کرونا، ایدز و سایر بیماری های ساری ایجاد گردیده است. فهیمی افزاید که در شفاخانه انتانی بادغیس 48 تن به شمول کارمندان بخش اناس و ذکور مشغول فعالیتند. بخش صحتی که در اینجا کار میکنه ای به ولایت بادغیس پسنده نیست. خواستم از وزارت صحت ما ای هستن که توجه جدی به بادغیس داشته باشه، چون ولسوالیشان دوردست است. برای هر ولسوالی حداقل یک سیرس پلاس یا یک دیچ منظور بکنن. از سوی هموالی بادغیس ایجاد این شفاخانه را برای درمان بیماران مبتلا به بیماری های ساری مهم دانسته و از بخش طبی این شفاخانه خواست تا با تمام توان در خدمت بیماران باشند. باشندگان بادغیس نیز از ایجاد شفاخانه تداوی بیماران انتانی در این ولایت استقبال نموده و میگویند که در گذشته به علت نبود شفاخانه مجهز برای درمان بیماران مبتلا به بیماری های ساری اکثر از مریضان به هرات منتقل میشدند. پیش از اینکه شفاخانه ایجاد بشه بیشتر مریضا در ولایت هرات منتقل میشد و ممکنه که در وسط راه تلف بشه، و اینکه یک شفاخانه ایجاد شده خیلی خوبه، مردم میتونه که برای این شفاخانه استفاده بکنه. خواست ما اینه که تعداد بسات رزی هم بیشتر شه و یک دیگه این کلینیک تقویه شه، دکترای که تجربه داشته باشن مقرر شن. قابل یادآوری است که شفاخانه انتانی با حمایت مالی سازمان صحی جهان یا WHO در بادغیس ایجاد گردیده است.